محمد یمن در حال حاضر تحت محاصره است. شما چگونه توانستید به این کشور بروید؟ مسلما ورود من به یمن کار ساده ای نبود. ماها طول کشید. مشکلات زیادی هم داشتیم، مثل تعطیلی فرودگاه ها برای پروازهای بین المللی. فرودگاه صنعا کاملا ویران شده بود، همینطور فرودگاه عدن. اما از چند وقت پیش برخی خطوط هوایی بین المللی به سمت صنعا پایتخت پرواز می کردند که همانطور که می دانید در اشغال نیروهای انصارالله حوثی هاست. زمان زیادی هم صرف دریافت مجوزهای امنیتی کردیم که برای رفتن به یمن اجباری هستند و مخصوصا از طرف جماعت انصارالله صادر می شوند که فرودگاه پایتخت در تصرف آنهاست. به این ترتیب خبرنگارانی که می خواهند به یمن بروند الزاما سر و کارشان به این گروه می افتد. یمن برای خبرنگاران کشور خطرناکی است؟ مسلما خطرات متعددی وجود دارد، مثل آدم ربایی و مرگ. کشور در وضعیت کاملا آشفته و هرج و مرج گونه‌ای به سر می‌برد. کشت و کشتار، بمباران‌های هوایی و خب همه اینها برای خبرنگارانی که می‌خواهند به یمن بروند خطرناک است. برای شما اتفاق خاصی نیفتاد؟ چرا، تا یه مدتی که در منطقه سعده در شمال یمن بودیم یک بار افراد مسلحی که ادعا می‌کردند از نیروهای انصارالله هستند ما را گرفتند، اما در نهایت متوجه شدیم این افراد متعلق به قبایلی هستند که به جماعت انصارالله پیوستند. در نتیجه ما مدتی گروگان بودیم تا اینکه مذاکره و چانه‌زنی‌های میان دو گروه برای آزادی ما در گرفت. مدتی تحت بازداشت بودیم. فیلمبردار ما را گرفتند که بعد از مذاکره آزاد شد، اما تمام وسایل و تجهیزات ما را بیش از 6 ساعت ضبط و توقیف کردند. خب بادر شد که سالم هستید. ممنون صوفی. موضع شهروندان و غیر نظامی ها چیست؟ المدنیین هم مقسمین ما بین الطرفین، یعنی هناك من يدعم. شهروندان دو دسته هستند. یک دسته حامی نیروهایی هستند که در جنوب کشورند و یک دسته هم از حوثی ها حمایت میکنند. هر دو طرف هوادارانی بین مردم دارند که از قبایل مختلف تشکیل شدند. ساختار جامعه یمن عشیره‌ای و قبیله‌ای است و بیشتر مردم جامعه را هم جنگجویانی تشکیل میدهند که به ویژه برای نبردهای زمینی آموزش دیدند. در نتیجه جنگ و نبرد و ارتش بخشی از فرهنگ جامعه یمن است. این چیزی است که من هم در آنجا شاهد بودم. فقر و بدبختی هم گریبان جامعه را گرفته، اما از سوی دیگر مردم یمن هم به هیچ وجه دخالت کشور بیگانه در کشورشان را نمیپذیرند. من الصعوبة بالنسبة لهم أن يقبلوا دخول أي دولة أجنبية على بلادهم. خیلی ممنون محمد. شکران صوفی. مرسی صوفی. با هم قسمت دوم گزارش محمد شیخ ابراهیم را می‌بینیم.